Assalamu alaikum بینندگانی عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منصوری شما میگردد. در استودیو با شما جواهر غنی جان. پرزیدنت شوکت مرزیف روزهای 20 21 فوریه سال روان با سفر رسمی در جمهوری مصری عرب می شود. حالا پرزیدنت ما در جمهوری مصری عرب می باشد و در دوام تشریف گذراندن مذاکره ها اوید باز هم مستحکم نمودن مناسبت های ازبکستان و مصر در نظر است. در گزارش نوبتی درباره جمهوری مصری عرب، موقع جغرافی، اقتصاد، دستاوردها در ساحه سیاحی و فرهنگی، مناسبت های همکاری های دیرینه و امروزه با ازبکستان مختصر معلومات می دهیم. توجه کنید. جمهوری مصر عرب در قسم شمال و شرقی آفریقا واقع است. آن با لیبیا، سودان و اسرائیل هم سرحد می باشد. اهالیش 96 میلیون نفر بوده، در بین مملکت های عرب سر اهالی ترین کشور به شمار می رود. پایتخت این سرزمین قاهره بوده، در این شهر 12 میلیون نفر اهالی زندگی می کند. کلانترین شهرهای مصر قاهره و اسکندریه می باشند. مصر همزمان عضو لیگ دولت های عرب و اتحاد آفریقا می باشد. دانشگاه الازهر در این کشور از معتبرترین مؤسسه های تعلیمی جهان اسلام به شمار می رود. مصر یکی از 5 بزرگترین صادر کنندگان افشوره میوه و سیتروسی در منطقه بحر میان زمین و یکی از 10 بزرگترین استحصال کننده محصولات زیتون در جهان می باشد. 96% زمین مصر بیابان است. تنها در ساحل های دریای نیل و اینچنین در بحر میان زمین اهالی این کشور به دهقانی اشتغال دارند. میدان عمومی زمین کارام 2.5 میلیون هکتار را تشکیل می دهد. مصر 40% طلبات خود را با محصولات خوجگی قشلاق تامین می کند. آثارخانه های دولتی قاهره، بزرگ مصر، قبطی، صنعت اسلامی، آثارخانه نوبیا و ملی اسکندریه مشهورترین آثارخانه های مصر می باشند. تنها در آثارخانه صنعت اسلامی قاهره بیش از 100 هزار شاه اثر هنرهای مردم عرب، فارس و ترک محفوظ است. میراث نادر علمی و معرفتی نیاگانمان که در مارانهر و مصر زندگی و ایجاد نمودند، سرمایه بی‌نظیر تمام جهان اسلام به شمار می رود. ما واقعا با آن افتخار داریم که عالم بزرگمان احمد فرغانی در مصر زندگی نمود و مشغول علم بود. از آن جمله انشاءات چینک را برای چین کردن سطح آب نیل اختراع نمود. مجسمه‌ای که در ساحل دریای با حشمت نیل در قاهره به احمد فرغانی گذاشته شده است، رمز روشن دوستی قدیمی بین خلقایمان به حساب می رود. همکاری های دولت ازبکستان تاریخ کوهن دارد. از آن جمله در شهر که یکی از علامه های احمد الفرغانی در یوروپا باشد، الفرغانی که نام برآورده است، این شخص با مصر علاقه زیست دارد. دیگر که کرده بگیم رواجیابی دوره نوی علمی احمد الفرغانی با دولت مصر علاقه مندی دارد. چونکه وقتی که در خوارزم محمد خوارزمی اکادمی ممنون رو شده بود، به همون جا برای دعوت کردنی احمد الفرغانی چونین گفته بود که اگر ما اثر این عالم جوان که همون وقت 17-18 سال لبود، احمد الفرغانی اثرشون رو در همین اکادمی محاکمه میکنن. پس از محاکمه و آموختن اثر همین الفرغانی به این خلاصه آمدن که همین عالم به همین اکادمی قبول کرده شد و در اینجا کار کرده با محمد خوارزمی در یک جایگی الفرغانی معلومات ها اوید به استرانومی و گیوگرافی رو جمع نموده یک اثری مکمل رو آفریدن. در یک وقت پس از این به مصر رفته، در اونجا در قاهره سال 861 در ساحل دریای نیل اسباب نیلومتر رو اختراع نمودن که این اهمیت نه فقط تکنیکی بلکه اهمیت علمی و اجتماعی دارد. اهمیت اجتماعی این نیلومتر در اون است که حتی برای معین نمودن انداز برای خلق مصر از همین اسباب نیلومتر استفاده می برند. یعنی اگر سطح آب پست شود یا که سطح آب بالا شود، برای انداز معین کردن از همین اسباب نیلومتر استفاده می برند. این معنی را دارد که برای عدالتناک جاری نمودن انداز از همین اسباب نیلومتری که احمد الفرغانی یا که در اروپا و الفرغانس میگن از اون استفاده می برند.
در مصر باز یک عارف از وادی فرغانه که با نام سعید الدین فرغانی مشهور از زندگی و ایجاد کرده است. طبق معلومات ها او شاگرد مولای روم بوده. از روزگاری واپسین این مرد عارف معلومات کافی در دست نداریم. همین برایمان معلوم است که او میان سالهای 1300-1301 چشم از عالم پوشیده است و از او اثرهای نادر باقی مانده که درباره حیات و ایجادیات او در برنامه های آینده علاهیده استوده می گذاریم. همین طریق بین مملکت مصر عرب و کشورهای آسیا میانه از دوره های قدیم همکاری های علمی و فرهنگی براه مانده شده است. با سعی و ابتکار شوکت میرزیایف این همکاری ها از نو مستحکم کرده شده به سطح صفتان نو برآورده شد. سرور دولتمون شوکت میرزیایف به این دولت سفر دو روزه نمودند که برای مستحکم نمودن همکاری فرهنگی و همکاری اجتماعی اقتصادی در این مملکت پرزیدنتمون برای آینده ازبکستان و مصر یک چند لایحه ها را به امضا رساندن به سفر نمودند. من باوری دارم که امروز سفر پرزیدنتمون برای جانب نمودن همکاری فرهنگی، علمی و اجتماعی اقتصادی خلقی هم ازبکستان و هم مصر خدمت می‌نماید. شوکت میرزیایف با دعوت پرزیدنت جمهوری مصر عرب حالا در این کشور قرار دارد. در مذاکره های درجه عالی مسئله های باز هم مستحکم نمودن مناسبت های دو کشور جای گرفته است. با دورنمای همکاری ها در بخش های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و معارف توجه خاصه ظاهر می شود. دایر به مسئله های مهم بین المللی و منطقوی تبادل افکار صورت می گیرد. در پایان همایش قبول بیانیه مشترک و امضای یک قطار سندهای دو جانبه در نظر است. در چهارچوب این سفر شوکت میرزیایف با راهبران شرکت های با نفوذ مصر و نمایندگان دایره های صاحبکاری ملاقات خواهد کرد. پرزیدنت شوکت میرزیایف روز 17 فوریه ضمن بازدیدش از مدرسه میر عرب در بخارا معلوم کرد که اکنون با کمبیزاتون برای رفتن به عمره از طرف دولت کمک رسانیده می شود. تفصیلات پر در شرح نوبتی مان. ضمن ملاقات با طالب علمان مدرسه میر عربی ولایت بخارا، رهبر ازبکستان ذکر کرد که سالهای آخر تعداد سفرها به عمره و حج زیاد شده است. به عمره هر قدر که خواهید اجازت هست. سفرهای حج به مراتب زیاد شدند، گفت سروری دولت. بعد از این پرزیدنت گفت که آماده است هر کسی را که پیشنهاد دارد گوش کند. مفتی نوردین خالق نظرف برای افراد کمبغلی که امکان رفتن به عمره ندارند از دولت کمک خواست. عمره حالا گنج ما رخصت بده کره کوپاین خاص سفر ده نموچم اعتقاد یعنی بر مت ایتمان انسان ده یورگیده باغریده کوملیده بولاد اوزلاریده منگه بولغان یا قندایدر تکلیفلار بولسا من ایشکا تیار عمره گه مبلغ یتمی لیکن بیت الله گه بارسام شو خلقم گه دعا قلمن دیپ تورغان بعضی کم تامینلنگلار بار شوراگه بر ازگینه یاردم بیریلیب یوبارلسا sizdan bitta iltimos bo'ladi. Adolatli tanlov qilib bersangiz, xohlaganingizcha men yordam beraman. Haqiqiy shu kam ta'minlangan albatta uni ijobat bo'ladi. Shuni adolatli qilib bering, spiskasini bering. Kerak bo'lsa o'sha narigi rahbarlarga iltimos qilib ularni alohida kutib olarkan qilsam من اوزم حرکت کنم. همچنین پرزیدنت با طالب علمان مدرسه صحبت کرد. مؤسسه های تعلیمی دارای تاریخ طولانی خیلی کمند. فکر میکنم کاری خوبی بود که ما امروز شرایط اینجا را بهتر کردیم و عدالت تاریخی را برقرار نمودیم. در نتیجه اصلاحات دموکراتی ما آزادی هم به ساحه دین داخل شد. در برابر این فضای اطلاعات نیز باز است. در اینترنت نیز تفسیرهای گوناگون موجودند که اساس علمی ندارند، اما جوانان بی تجربه آنها را از کجا میدانند؟ شما بر این علما امام خطیبان ما این را اثبات کنند و درست شرح دهند، گفت شوکت میرزیایف. آید به اصلاحات ساعت تعلیم دینی و صفت آن پیوستن آن به عملیه اندیشه ها بیان کرده شدند. واقعا در ازبکستان برای بلند برداشتن طرز زیست و زندگانی مردم، دستگیری نمودن آیله های احتیاجمند و سری وقت آموخته برطرف نمودن مشکلات شهروندان امروز توجه زیاد داده می شود. از این روح باور داریم که برای حل مشکلات اهالی محله سریکنده ناهیستو که آیده وسیع نمودن کوچه و شغل پوش کردن آن به عنوان بخش خبری پیام روز مراجعت کردن، مسئولان سکتور حکمیت ناهیستو اعتبار می دهند. ما از این روح مراجعت آنها را مختم.
در دهه سری کنده کوچه خردکه که هست که از آنجا تنها پیاده ها می گذرند و طبق معلومات اهالی دهه فرزندان قسم زیاد اهالی محله مذکور توسط همین کوچه به مکتب دهه می روند. اما کوچه مذکور محتاج تعمیر و وسیع کردن است، زیرا در فصل زمستان در اینجا امکان پیاده راه رفتن نیست. پر سال ماه فوریه ما کوچه شاوخلو کاغنده پراکراتور نشر منسا اومدم سال رو پر کردن که همنا میکشیم حکومت خاصون خبر دور کوچی نام میکشیم برای مکتب باشکن مقصد به مکتب بی‌زپاس میشه باشکن گذشتن پر تو کردن من با پفتم دستوات من حوزه دیسودیت باشکن چه می اومنتون را ریجون اینجا قرار 400 تا کوجا گام پوینه همش به هم جای بیو مکتب با بولو کریم بل لو جو موسر پارتوسیان باشکن روز کرا اون ام پاس او میخرد رفته وزم تشن میمونه تا همش او میخرد. وقتی به منزل رفته حالت را با چشمان خود دیدیم گواه شدیم که در حقیقت مکتب بچگان از اینجا میگذرند و در راه به مشکلی ها دوچار آمده ایستادند. تا به مکتب آمدن آنها سر و لباس و پایفسلشان لایالود می شود. اهل دهه از مسئولان دخلدار امید کرده ایستادند که به این منزل آمده برای وسیع نمودن کوچه دست مدد دراز می کنند. باقی مانده کار را اهالی توسط حشر انجام دادنی هستند. حشر کرده خودمون بکنیم. هم تو اومدن یاور دیده براوا خلونه رایونمو بینن سونی این روزی سو زم برای های سولو خودمو عشر کرده تیگز کرمی کرد. با منزلی که ما در اساس مراجعت شهروندان رفته حالت را آموختیم، سروری جوانان محله سری کنده آمد و ذکر نمود که واقعا مراجعت احالی اساسناک است. برای های محله ما مراجعت کردن، مقصد اساسی مراجعت اینها انم کوچه دیده استودیم، کوچه انورباغ که تا عبدالرحیم فطرت میبسته کوچه، این کوچه برای عین اصلا با این در این کوچه مکتب باشکو من دیده استوده، مکتب باشکو میگذرن، برای همین این کوچه رو از یکمین شغال پوش کردن، یکمین اول من دیده استوده در اینجا ها بیت ها رو گرفته شغال پوش کردن، کوچه رو وسیع کردن، مقصد اساسی است. برای این من ما با رهبری سکتور ما البته آمده سر شده این کارو رو با آخر میرسونه. باور داریم که مسئولان دخلدار حالت را به نظارت گرفته برای حل مشکلات اهالی این حدود در دایره قانون دست مدد دراز میکنند. بغیر از این به اینجا اهالی هر گونه پرتاب ها را آورده پرتافتند که وقتی دیدن طبیعی کس البته خیره می شود. ما باشیم حالت را از نظر دور نگذاشته باز به این موضوع برمیگردیم. بشغل فراگیری اهالی و کم نمودن سطح کم بضاعتی در دوردست‌ترین دهات کشور نیز از مسئله های مهمترین به شمار می رود. از این لحاظ در مرکز مدنیت ناحیه سوخ با تشبث پراکوراتوری ناحیه سوخ یارمارک مهنت تشکیل کرده شد. موضوع را دوام می دهیم. در یارمارک مهنت که با سایه حرکت پراکوراتوری ناحیه سوخ تشکیل کرده شد، شخصانی که جای کار ندارند و به کار تامین شده میخواهند اشتراک کردند و آنها و مسئولان دخلدار واخورده از روی اختصاص خود و طلبات کارگاه های دولتی به کار تامین کرده شدند. طبق معلومات پراکوراتوری ناحیه سوخ، از هر محله شخصان بیکار از جانب یاران حاکم در محله ها به یارمارک مهنت جلب کرده شدند. اوش بو مهنت یارمارکمزده حاضر قدر 20 تومانمزدگی 28 تا کارخانه تشکیلولار بری 8 تا بوش ایش اورونلار بلن اشتراک یتیشدی. یارمارکمزگا حاضرگه قدر 200 دن ارتق شو ایش ازلاوچی فقرالار کلی مراجعت قلشدی و حاضرگه قدر 12 نفر شو ایشسیزلر دایمی ایش بلن بندلیگی تامینلانیب اولارگه بویروق چیقاریلیشی تامینلاندی. بوندن تاشقاری یارمارکمز داوامیده تومانیمیزدگی بانکلار هم اشتراک یتیپدی. اولارگه 8 نفر شو تدبیرکورلیق قلیش استگی بار فقرالارمیز شو کریدیت آلش مقصدده مراجعت کلیشته و 8 نفره اوش کریدیت آلش که رویخت که آلنب برچه حجرلر قبول کلنده. واقعا برای از کم بیزاتی براوردن احالی آنها به منبع درآمد باید تامین باشند. از این جهت پراکرور ناحیه سوخ به کارگاه های دولتی ناحیه پیش از یارمارک مهنت سپارش داد که جایهای خالی کار را معین کرده از روی آن آنهایی که به یارمارک با امید به کار تامین شدن آمدن به شغل دائمی فرا گرفته شوند. یار مرکم امروز موند وکانسی به اگه ما 4 نفر بود با ما مراجعت که اگه 1 نفر قروی با بخش 6 تامین کردم بازم مونده 3 تا جوی وکانسی ما های بیمالو مراجعت کتون میشد.
نمایندگان هر یک تشکیلات در یارمرک مهنت اشتراک کرده جایهای خالی کار را اعلان کردند و اشخاص بیکار از روی اختصاص خود تا قدر امکان در دایره قانون به کار تامین کرده شدند. تشکیل این گونه چاره‌بینی‌ها واقعا به منفعت شهروندان بوده. طبق پرکرور ناحیه مینبد در هر سکتور ناحیه سوخ چنین چاره‌بینی گذرانیده می‌شود و مقصد اساسی از کمبغلی برآوردن اهالی و به جای کاری دائمی تامین نمودن شهروندان میباشد. بعدی بسر قدرت آمدنی شوکت مرزیف در ازبکستان، سرحدها بین کشورهای آسیای مرکزی و ازبکستان بازگردیده، مناسبت های دوستانه از نو برقرار کرده شد. همچنین آنهایی که در ازبکستان زندگی میکنند و مقام شهروندی نداشتند، زینه به زینه با گرفتن مقام شهروندی کشور مشرف گشتند. موضوع را دوام میدهیم. طبق معلومات شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ، در ناحیه زیاده از 220 نفر مقام شهروندی نگرفته در دوام 25 سال از حدود ناحیه به بیرون نرفتند. با وجود مراجعت کردن به اداره های دخلدار، مسئله آنها هیچ حلی خود را نمییافت. اما بعد بسری قدرت آمدن شوکت مرزیایف، قرار و فرمان های نو به منفعت شهروندان کشور هم قبول گردیده، مشکلات اهالی تدریجا حلی خود را یافت. پرزیدنت پیش از همه سرحدها را گشوده باشد، بعد آن فرمان نو قبول کرده شخصان دارای شهر شهروندی نداشته را به شهروندی ازبکستان قبول نمود. تا این دم زیاده از 200 نفر شهروند ناحیه سوخ به گرفتن مقام شهروندی مشرف گردیدند. باز دو نفر دیگر از ساکنان ناحیه دارای پاسپورت شهروندی شدند و با آنها ایدی کارت را در بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ سرور شعبه کارهای داخلی قاسم جان رحیم بردیف سپرید. یک سال باز پاسپورت نداشته بودند و پرزیدنتم قرارش من پاسپورت دار شده. پرزیدنتم در دوامی کمش 15 سال از حدود ناحیه سوخ بیرون نرفته زندگی کردن کاری آسان نبود. آنهایی که در ناحیه سوخ زندگی کردند و مقام شهروندی نداشتند واقعا خیلی اذیت کشیدند. نه به شفاخانه ولایت رفته می توانستند و نه به توی و تنتنه و مراسم دفن پیوندان از ناحیه سوخ در بیرون زندگی داشتهشان. اما یک فرمان پرزیدنت در حیات آنها تبادلات کلی را به وجود آورد و امروز آنها از سیاست، اصلاحات و مهم از همه ممنون از آنند که در ازبکستان برای دولت حقوق بنیاد زندگی میکنند. اکنون پاسپورت داریم، میتوانیم به شهر رویم. باور کنید از این 20 سال قبل مرکز ولایت فرغانه را دیده بودم، گفت یکی از آنهایی که پاسپورت شهروندی گرفت. بینندگان عزیز و ارجمند، بخش خبری پیامی روز دوام دارد و حالا نوبت را از روی نقشه به صفحه خبرهای ازبکستان میدهیم. در تمام حدودهای ازبکستان هفته حقوقهای انسان گذرانیده می شود. از روی خبر خدمت مرکز مطبوعات ملی، عاید حقوقهای انسان برای عملی گردانیدن زینه چهارم تعلیم جهانی دایر به حقوقهای انسان در جمهوری ازبکستان جمع آمد کمیسی ملی شده گذشت. در آن برگزاری این تدبیر بررسی گردید. سالهای اخیر همکاری ازبکستان با مملکت‌های جهان مستحکم می‌گردد، خصوصا همکاری‌های ازبکستان و ترکمنستان خیلی مستحکم گردیده. در همه ساحه‌ها بین دو کشور همکاری براه مونده شده است. چند پیش ازبکستان به ترکمنستان یک چند ماشین زمانوی یاری تعجیلی تحفه کرده بود. ترکمنستان باشد به ازبکستان گاز مایع تحفه نمود که آن به کشور ما آمده رسید. پاره گرفتن جنایت است، پاره تکلیف کردن هم جنایت. در سمرقند راننده در حالت مستی بازداشت شد و به خادم خدمات بی خطری حرکتی را برای دیدن چاره 800 دلار شتاتوی متحده آمریکا تکلیف کرد. در اساس حالت مذکور تدبیر تعیین گردید و راننده دستگیر کرده شد. طبق معلومات در ولایت تاشکند 4 نفر از اوی آیله از خوراک زهرالو شده، یک نفر آن در جای واقع وفات کرده است. 3 نفر دیگر با تشخیص اتیولوژی نامعلوم در شفاخانه خوابانیده شدند. حالا سبب های پیداشوی آن را می آموزند. باید گفت که چند پیش در ولایت سمرقند نیز 2 نفر از زهرالو شوی وفات کرده بود. همدیارانی عزیز و ارجمند، این بود از خبرهای مهمترینی که در دوام این لحظه ها توسط بخش خبری پیامی راست به شما رسانیدیم. در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.